سلام خدمت همه شما دوستای عزیز، من الانور هستم و با یک ویدیوی 0 تا 100 کاراکتر در خدمت شما هستیم. در حال حاضر هم نوبت هیچ کاراکتر نیست به جز آرکان بزرگ جیو جانگلی. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو ببینید. منم تا موقع برم این بچه رو بشونم روی این صندلی که کمتر حرف بزنه، چون که سرمون رو میخوره تو کل ویدیو. مشکل برات پیش اومده قزقم اترس. جانگلی در حال حاضر شغل مشاور در وانگشو فینرال پاردو رو داره که هوتا خب الان هفتمین نفره یه که در اون نسل داره اونجا رو اداره میکنه و جانگلی هم مشاور اعظم اون قسمته. یه هوتا گفته که خیلی خوب دیگه ما اون کسایی که دیگه قراره ابدی زندگی کنن جاویدان هستن مثل جانگلی رو بیخیال میشیم نمیبریم خاکشون کنیم، پس در نتیجه الان داره اونجا کار میکنه. خیلی از افراد هستن که حالا اطلاعات خوبی رو نسبت به هر چیزی دارن، ولی جانگلی اینجوریه که نسبت به تمام چیزها اطلاعات خیلی زیادی داره و خب همه مثلا میان بهش میگن که آقا تو تاریخ زنده هستی، تو همه چیزها رو میدونی، فلان و بسار اینا. خودش میگه نه، من فقط حافظه خوبی دارم. جانگلی کسیه که مورا رو به وجود آورد که ملت بتونه از اون واحد به عنوان واحد پولی استفاده کنن، ولی خودش هیچ وقت اونو نداره و همیشه یا دوستاش دارن براش پرداخت میکنن یا دیگه یه جوری از زیر کار در میره و پول نمیده. افرادی که خارج از لیو هستن جانگلی رو به نام مورکس میشناسن و کسایی که داخل لیو هستن به نام رکس لپیس اونو میشناسن و جانگلی حالا اسمای دیگه هم داره، مثل خدای تاریخ، خدای جنگ، جنگجوی شکست ناپذیر و از اینجور چیزا. حالا چه فشن و مود و این اسمای متفاوت اسم زیاد داره جانگلی بنده خدا. بعد از اینکه 3700 سال پیش یک جنگی به وجود اومد و تمام منطقه نابود شد، جانگلی تصمیم گرفت که تمام مردم خودش رو برداره و بیاد پایین کوه تنگ هانگ که همتون دیگه توی نقشه میتونید ببینید و بندر لیوه رو بنا کرد که تا به امروز هم پابرجاست و داره فعالیت خودش رو ادامه میده. نوسیس جانگلی کجاست؟ جانگلی خب خیلیاتون همونطور که داستان بازی رو دیدیم و حالا ما توی کانال گذاشتیم داستانای بازی رو، متوجه شدین که زمانی که سینیورا اومده بود پیش جانگلی از سمت آرکان کرایو، نوسیس جانگلی رو گرفته بود که قراردادها رو به پایان برسونه. یعنی یک جورای آخرین قراردادش بود و دیگه این بار سنگین حکومت بر مردم خودش هم از دوش خودش برداشته و دیگه حالا آرکان کرایوی که بعد داستانو در بیاره. حالا دیگه اینو در ادامه داستان بازی حتما همینا رو خواهیم دید. بریم قسمت بعدی. اول از همه میریم ببینیم جانگلی کلن چیه. اگه میخواین جانگلی زیاد بازی کنید، پیشنهادی که بهتون میکنم همین اول پاز کنید، خب بیاین اینجا توی تنظیمات و توی قسمت آدیو و این دیالوگ ولومو تا آخر ببندیم و یعنی کر میشین انقدر داره چرت و پرت. جانگلی کاراکتر جیوه، البته خب آرکان جیوه و سلاحش هم پولکسه. رولی که جانگلی قراره بازی کنه خب رول ساپورتیوه، یک جورایی شیلد و حالا یک سری حالا سبک بازی خاص دیگه هم داره که حالا نوک دی پی اس هستن، مثلا مثل نوک دمیج تو که حالا اونا خیلی کاری با اونا نداره. بریم جلوتر. فقط صحبت کنیم. But where are those who share? حرف نداری بزنی خجالت بکش. بریم سراغ تالنت های این کاراکتر. خب بریم سراغ پسیف تلنتش. اول اصلا زمانی که شما جیت شیلد دارین، حالا جیل شیلد رو جلوتر بهتون میگم، زمانی که اسکیلش رو نگه دارید یه شیلد بک بهتون میده که اون بهش میگن جیت شیلد و زمانی که اون جیت شیلد روی شما هست و دمیج میخورید 5% قدرت شیلدش رو زیاد میکنه که 5 بار هم استک میشه. یعنی مثلا یکی بیاد اینجا 5 بار بزنه سر کلهتون، 25% اون جیت شیلد شما قدرت شیلد بیشتری داره و خب سخت‌تر میشکنه. پسیف تلنت دوم میگه که جانگلی دمیج اضافه میزنه بر اساس ماکس اچ پی که داره. خب یعنی این الان تا اینجا که داریم میبینیم یا یه مقدار انگار مثلا داره با اچ پی کار میکنه، اینو خیلی تو حالت اون متوجه میشین کم کم. خب الان میگه نورمال اتاکا و چارج اتاکا نمیدونم کلا اتک متکاش 1.39% ماکس اچ پیش بیشتر دمیج میزنن. خب مبارکه. اسکیلش زمانی که اسکیلو میذاری، اسکیلت 1.9% یعنی 2% ماکس اچ پی تو بیشتر داره دمیج میزنه. خب دست در نکنه. برستی که داری میزنه 33% ماکس اچ پی داره بیشتر دمیج میزنه. خب این 33% خیلی زیاده واقعا و خب مثلا برای همین هم که توی برست نوک یه کاریتر نسبتا آپشنال خوبیه. پسیف تلنت بعدی داره چی میگه؟ میگه زمانی که داری پولارم کرافت میکنی 15% از منابعی که استفاده کردی رو بهت برمیگردونه. بابا تو فقط قرارداد ببند با من، دمت گرم.
حسابت خوبه. بریم سراغ نورمال اتکاش. نورمال اتکاش واقعا مهم نیست، چون که واقعا نه این فیزیکال دی پی اسش کنید. آره الان میدونم خیلیتون میخواین بیاین بگین که حاجی من فیزیکال دی پی اسش کردم خیلی خوب میزنه فلان بسار اینا. آره میزنه، چه میدونم شما بری باربارا هم فیزیکال دی پی اس کنی با اسکای وارد اطلس البته دمیج میزنه، ولی چرا. بریم سراغ اسکیل جنگلی. اسکیل جنگلی نا کنین، حالا اینجا توضیحاتشو زیاده نمیخواد بخونین، فقط آخرش یه دونه نکته داره این قسمت که بعد برمیگردیم بهتون توضیح میدم. اول از همه اینه که حالا این دمیج اولی مال چیه. زمانی که شما اسکیل جنگلی رو دو حالت داره، یا تپ داره یا هولد داره. خب اینا میبینید که کولدان جفتشون داره، اگه پرس کنین 4 ثانیه کولدانه، اگه هولد کنین 12 ثانیه کولدانه. حالا تفاوتش چجوریه؟ آیا ادیتور جفتشو بذاره؟ اگه شما اسکیل رو تپ بزنی یه ستون میذاره اون وسط، اون ستون شروع می‌کنه به موج دمیج دادن که حالا دمیج همین بالا داریم می‌بینیم، و 4 ثانیه یه بار دوباره می‌تونین اسکیل رو تک بزنی یا تپش کنین که دوباره یه ستون جدید براتون بذاره و خود صرفاً جای ستونتون رو عوض کنه. حالا هولدش به چه صورته؟ زمانی که شما هولد می‌کنی جانگلی اینجوری دستشو باز می‌کنه، میگه که خوده. خب بعد یه دونه شیل دور خودش تشکیل میده و حالا دور هر کاراکتر دیگه که سویچ کنی روش و به همه اون افرادی که اطرافشن یه دونه موج دمیجی بزرگ میزنه که این 144% دمیجشه. بیس ابزوربیشن شیلدشو داریم میبینین 2712 تا الان معلومه تو لول 10 البته ابزوربیشن داره. خب حالا ادیتیشنال ابزوربیشن خیلی خنده داره، 23% ماکس اچ پی جانگلی ابزورب میکنه. خب این مقدارش نسبتا خیلی زیاده. حالا شیلد دیوریشن چی چیه؟ زمانی که شما این شیلد رو زدی به وجود آوردی با هولد اسکیلت، اول که اگه ستون نداشته باشی توی زمین شما هولد رو بزنی، در کنار اینکه اون حالا دمیج رو به کنارشون میزنه شیلدت میکنه، ستون هم میکاره اون وسط. اما اگه ستون داشته باشی یه جایی توی حالا بازی هولد رو بزنی، ستون سر جاش میمونه و شما فقط شیلدت رو رفرش کردی تایمرشو. کولدانش هم 12 ثانیه است. الان یه نگاه کلی به این قضیه داشته باشی متوجه میشین که اوکی آپ تایم شیلد حتی بیشتر از 100% قبل از اینکه زمانش تموم بشه شما هنوز شیلد دارین و دوباره کولدانش رو میتونید دوباره رفرشش کنید، از اول ابزورب کنه و خب یه جورایی میشه گفت دائم شیلد بازی هستند دیگه. چه میشه کرد؟ بریم سراغ اون نکات اضافی که اینجا بود. یه چی 150% دمیج ابزوربشنش در برابر تمام المنت ها و فیزیکال بیشتره. خب خدا بده برکت. همین نکات هم که کلن باعث میشن که جناب آقای جانگلی تبدیل بشه به قوی ترین شیلد باز. حالا این دیگه چی داره میگه؟ میگه کارکتری که با شیلد پورتکت شده باشه، یعنی شیلد تنش باشه، انمی های اطرافش رو المنتال رزیست و فیزیکال رزیستشون رو 20% میاره پایین. حالا یک ایوه کوچیکی هم داره، مثلا در حد همون 1.5 متر اطرافش عمل میکنه، که حالا استک هم نمیشه که مثلا بخوایم با همه یه چیز میذار استکش کنیم، مثلا 4 تا جانگلی بیارین رزشو 80% بیارین پایین، نمیشه اینجوری. همون 20% تش. بریم سراغ برسش. المنتال برسش خیلی چیز جالبیه. المنتال برسش اینجوریه که میاد اونجا میگه که از چه میزنم اصلا، میگه I will have order. بعد یه ها یه شعب سنگ از اون بالا میاد پایین و میخوره تو صورت هر کی اون وسطه. یک محدوده خیلی بزرگی هم داره و آره دیگه دهنشون رو سرویس کنه، 900% دمیج میزنه، دمیجش خیلی زیاده. حالا دیوریشن پتریفای که اینجا نوشته مال چیه؟ زمانی که اون شاوبسنگ میخوره تو سر هر کسی باشه، اگه مثلا باسی چیز نباشه که نتونه پتریفای بشه، پتریفای یعنی سنگ شدن، خب تبدیلشون به سنگ میکنه. اگه چیزی نباشه که نتونه تبدیل به سنگ بشه، تبدیل به سنگ میشه و 4 ثانیه هم سنگ میمونه و این کولدانش هم حالا به لولش کم و زیاد میشه، یعنی دیوریشنش منظورم بود و لولش کم و زیاد میشه، که خب الان من توی لول 10 4 ثانیه است. حالا مثلا لول پایینتر زمانش هم کمتره. کولدانش هم 12 ثانیه است و انرژی کاستش 40 توست، که خب نسبتا خیلی کمه و تون تون میتونه تو پی بگی آی ویل هاب اوردر، آی ویل هاب اوردر، آی ویل هاب اوردر به منش بگو. بریم سراغ کانسلیشن هاش. کانسلیشن اولش داره میگه که چی؟ زمانی که جانگلی میاد ستون میکاره اون وسط، حالا ستونش میشه دوتا. این کانس حقیقتاً گاربج. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همون ستونی که هست خودش اتوماتیک چون که داره جیو میزنه کریستالایز درست میکنه با المنت های دیگه و یه جورایی ریاکشناتون رو تا یه حدودی خراب میکنه، پس نبودش بهتر از بودنشه. حالا دیگه هست یه جوری باید باش کنار بیاد. کانسلیشن دوش توی پی وی پی مثلا خیلی خوبه، وقتی داره با دوستات میری بازی میکنی، منظورم توی کوآپ بود، داره گفتم پی وی پی داشته باش ببخشید، توی کوآپ خیلی اوکیه. وقتی که داری مثلا با دوستات میری، زمانی که شما این جیت شیلد رو میزنی اون موجه بود که به اطراف میزنن، یه یارات هم همه جیت شیلد میگیرن. کانسلیشن 3ش اسکیلش رو 3 لول زیاد. کانسلیشن 4ش چی میگه؟ میگه که اون محدوده گنده ای که برس جانگلی میگه آی ویل هاف اوردر میزنه تو سر ملت 20% بزرگتر میشه و دیوریشن پتریفایش هم 2 ثانیه بیشتر میشه. یعنی توی لول 10 میشه 6 ثانیه انمی رو پتریفای کنی و دیگه حال کنی.
المنتال برستش توی لول 5 سه لول زیاد میشه و لول 6. کسایی که دارین هوتاو بازی میکنین اصلا نگیرین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه کلا هوتاهاتون قرار فول اچ پی باشه، هیچ وقت دیگه نمیتونین صرفا فقط شیلدش استفاده کنین. خب این چی میگه؟ میگه که زمانی که شما جی شیلد داری دمیج بخوری 40% اون دمیجی که داره میخوره بهتون و تبدیل به هیل میکنه برای کاراکتری که حالا توی زمینه. و نکته که اینجا پایینش نوشته اینه که اگه مثلا کاراکترت اچ پیش کمه، بیشتر از 8% اچ پیشو نمیتونه هیل کنه. این مثلا یه کاراکتر داشتی 10000 تا اچ پی داره، 800 تا 800 تا مثلا فقط هیل میشه دیگه، منطقی هم هست. اگه قرار بود مثلا یه دمیج 3 میلیونی بخوری و بیت کلشو چیز کنی، یه یورو صفرش پر میشه دیگه. این حالا صرفا هیلینگ اکتیویشن میکنه دیگه، میتونی هیلر رو هم تو تیمت بندازی بیرون با جانگلی و بری صفا کنی. این حالا یک آپشنه دست خود. سلاح جانگلی گفتیم پولارمه. خب پولارم که همون نیزه خودمونه و حالا بهترین پولارمی که میتونید بهش بدین چیه؟ نکنین جانگلی دو تا حالت بیلد کلی داره. کسایی که فقط به دنبال شیلدین، یعنی فقط و فقط و فقط به دنبال شیلدین، بست آپشن شما خیلی اویلیبل براتون بلک تیسل. خب یک سلاح استثنایی داره که ماکسیموم درصد اچ پی رو داره به کاراکترتون میده. و کسایی که دنبال مثلا حالا یا میکس کردنن، نمیدونم میخواین 50-50 بیلدش کنین یا میخواین فقط دی پی اس بیلدش کنین، که بهترین سلاح براش استاف اف هوماه، برخلاف اینکه حالا سلاح سیگنیچر خودش، یعنی همون سلاحی که خودش باش اومده وورتکس ونکویشره، به درد لای جرز دیوار میخوره واقعا و بهترین سلاحش استاف اف هوماه. و حالا اگه صرفا دیگه جول دیگه میخواین بازی کنین دیگه دست خودتونه، ولی بست آپشناش همین دوتا حالت. مثلا من خودم میبینی که توی بیلد خودم بلک کلیپو دادم، چون که استاف هوم دست هوتای کردن، حالا یه جابجایی کردم داشتم میشه تست میکردم، کاری نداریم. حالا بریم سراغ آرتیفکت. ببینیم بهترین ست برای جانگلی تنسیتی آفت میلیلیته. خب حالا جلوتر بهتون بگیم. اول که سه مدل کلا بیلد داره این کاراکتر، یا فقط میری دی پی اسش کنی که فقط یه دونه آی ویل هم اوردر بزنی تو سر یارو، مثلا 200 که 300 که 500 که بزن تو سر یارو، دمیج بزنی با برسش فقط، هدفت این باشه، که اصلا اینو پیشنهاد نمیشه، جلوتر بهتون میگم چی بیلد کنی. یا که میخوای فقط و فقط شیلدش کنی و اصلا نیازی به اینکه حالا بخواد تیمتو تقویت کنه کار دیگه بکنه اینا نداری، که خب اینجا میای 2 تا میلیلیت میدی دستش، 2 تا هم از ست دابل اچ پی که مال آرتیفکت نیلوه که توی دومینش هست، دومینش رو اینجا بهتون نشون بدم. ایناش ببینین، این 20% اچ پی میده، بعد آرتیفکت بعدی هم که میتونید بهش بدین میلیلیته که 20% هم این میده، که خب 40% اچ پی میگیرین. چرا؟ چون که خب اون جی کیلتون بر اساس اچ پی داره کلا دمیج ابزورب میکنه دیگه، و بلک تیسل میده دستش اچ پی تا خرخره میکشی بالا، اینا رو میده اچ پیش بیشتر از خرخره میره بالا و میتونید نزدیک 50-60 که اچ پی ببندی روی جانگلیت دیگه. خب اون شیلد و خودت، چون یه ستون فل سلستیا هم بیاد پایین، فکر نکنم دیگه بتونه بشکنه، هیچ انمی واقعا تو بازی نیست که بتونه اون شیلد رو بشکنه احتمالاً. حالا بعد اون شیلد رو یکی بیلد کنه ببره جلوی همون نهنگ چایل تستش کنه ببینه چه جوریه، آیا میشکنه یا نه. توی کامنت های کسی تست کرده حتما بگه، چون خودم حال نشدم واقعا من تست کنم اینو. خب پس این شد دو تا بیلد تایپ بهتون گفتم، و بیلد سوم که بهترین بیلده و یه جوری بالانس ترین حالتشه، 4 ست میلیلیز که برای حالا آپشن های هایبرید، یعنی 50-50 یعنی دوگانه بخواین استفاده کنید، خیلی به کارتون میاد. مثلا هم میخوای یارو دمیج بزنه، هم میخوای شیلد خوبی داشته باشه. یه جورایی میشه تو مایای بیلد خودم، مثلا 45 که نسبتا اچ پی قابل قبولیه، یکم استاتش دی پی اس تور بیلد شده و خب آره دیگه هست. حالا برای ساب استاتش بعد چیکار کنید؟ اول بذارید من اون ستی هم که قرار بود فقط باش نوک دی پی اس کنید و بهتون بگم. دو تا آرتیفکت نوبلس میذاری، دو تا هم آرتیفکت پترا، 15% جیو دمیج بونس بگیری که دمیج بیشتر بزنی، ماشاءالله همه دیلی همون هم کنار همه. اینجا هم که 20% برست بیشتر دمیج بزنی، یعنی 35% انگار داری دمیج برست جانگیتو زیاد میکنی. حالا برای ساب استات ها چجوریه؟ آیا ایتون اینجا سه قسمت کنم توی همه سه تا مدل بیلد هر جا چیزی گذاشتم بگو بنویسن بچه ها دیگه یاد بگیرن باشه. دست درم. خب سه تا بیلد رو که الان میذاریم کنار هم، یه دونه برست دی پی اس، یه دونش هایبرید، یه دونش فقط شیلده. خب حالا بریم جون. برای برست دی پی اس شما کلاهتون کریت ریک یا کریت دمیج فقط بذارین، توی ساب استاتتون فقط دنبال کریت و اتک و اچ پی و اینا باشین، چون با اچ پی هم بالاخره اسکیل میشه روی پسیوش. برای هایبریدش
باز میتونید کریت بذارین، یا اگه مثلا کریت ریت ایناتون از جاهای دیگه خوب تامین شده میتونید اچ پی بذارین اینجا رو. برای شیلدش فقط و فقط اچ پی بذارید، زیرش هم فقط دنبال اچ پی باشه. انرژی ریچارج هم واقعا به کارتون نمیاد، چون اصلا برستش زود پر میشه و اصلا برستون دمیج نمیدن، صرفا از پترفایش دارین استفاده میکنید و خیلی مهم است. بریم سراغ لیوان. برای لیوانش توی حالت برست دی پی اس جیو دمیج بونس بذارید و توی اون دوتا حالت دیگه هایبرید و شیلد تو جفتش فقط اچ پی بذارید. برای ساعتش تو هر سه تا حالت اچ پی باید بذارید، چون که بالاخره اسکیلینگ اچ پیش توی دمیج آوتپوتش جواب میده، مگر اینکه مثلا حالا اتکتون خیلی زیاد بخواد خیلی رولای اچ پی خوبی روش خورده باشه، میتونی اتکرم بذاری روی فقط برست دی پی اس، چون که مثلا یه مقدارم با اتک اسکیل ممکنه بشه. بریم سراغ پروگولینا دیگه، اینا ساب استات. توی کل ساب استات ها دنبال چه آپشنایی هستین؟ برای دی پی اس برستتون فقط کریت دمیج، کریت ریت و حالا اچ پی درصد و اتک درصدین. انرژی ریچارج هم نمیخواین اگه یه نفر باشه شارژش کنی، مثلا تیمتون پارتیکل زیاد درست کنه، چون 40 تا واقعا زود پر میشه، مثلا نیازی به ریچارج نداره. و توی هایبریدتون بیشتر دنبال اچ پی، کریت دمیج، کریت ریتین که یه جوری حالت بالانس بشه، هم شیلد بده هم دی پی اس تور بشه. و توی شیلدتون فقط دنبال اینه اچ پی اچ پی اچ پی اچ پی اچ پی، همین تا فقط اچ پی بعد تا فردا دیگه. اینم از ساب استاتاش. و خب من تو رو بلندیت کنم اینجا، تو خدا یه کله حرف نزن، یکم پات درد گیره زیاد نشستی، اومدم تو چشات زول بزنم لعنت. به چه چشه والله العظیم یارگی. بیا ببریمت عبیز، بچه اینجا یه سری توضیحات بدم. خب اول از همه تیم جانگلی چیه؟ تنها تیمی که مثلا فقط جانگلی میتونه توش یک سری کارهایی رو بکنه تیم آرتوکی ایتو، یعنی تیم 4 تا جیوه. تیم اوکی هم هست و حالا چون من ندارم تیمشو نمیتونم بهتون نشونش بدم. سه تا کاراکتر اصلی این تیمتون میشه جانگلی، ایتو و گورو. حالا نفر چهارمتون میتونه بنت باشه، میتونه یلن باشه، آپشن زیاد دارین دیگه، دست خودتون. و آره دیگه این تیم دابل 4 تا جیوتونه. و تیمای دیگه چه جوریه؟ هر جایی که شما احساس کردی دمیج خیلی زیاد قرار بخوری، مثلا با انمی به مشکل قرار بر بخورین، شما چیکار میکنی؟ مهر جانگلی رو میاری، میگی جانگلی تا میکنی توی صفحه، بعد دیگه درست میشه، دیگه نمیتونه بکشه، مشکلاتون رو حل میشه و میره اینجور. یکی از تیمایی هم که اصلا جانگلی توش خیلی خوب عمل میکنه تیم ریویس ویپ هوتاوه، که شامل هوتاوه به عنوان مین دی پی اس و حالا یک الا دوتا هایدرو که من الان دوتاشون دارم استفاده میکنم چون بیشتر حال میده اینجوری. و جانگلی به خاطر اینکه چی؟ هوتاوه قرار همیشه لو اچ پی باشه، چون که خودش از خودش اچ پی کم میکنه و اچ پیش میاد روی بوق درصد دیگه، با همون بعد ادامه بدیم. حالا بریم سبک بازی کردم از جانگلی رو براتون بگم. نکنین اینو ببینین، من شیلدو میزنم، این ستون اینجا کاشته میشه، اصلا این ستونو اهمیت ندید، خب واقعا مهم نیست ستون هیچ جا. خب بعد این شیلد شما 20 ثانیه هست، همینطور که دارین الان میبینین اینجا کولدانو الان اومده بالا، خب و من میتونم دوباره تک بزنم و هنوز شیلدم هست، خب هنوز نمیره، 20 ثانیه شیلده، ببینین تازه رفت. خب اگه بخواین آپ تایمش رو به صورت کامل داشته باشین اینه. آقا شما میای اینجا دمیجتو میزنی، دمیجتو میزنی، مثلا سوئیچ میای دمیجتو میزنی، دوباره سوئیچ میای دمیجتو میزنی، همه کاراتو میکنی. بعد اینجا مثلا حالا این اسکیلش کول نمیشه تموم شه، دوباره میای اینجا روتیشن تیمت که اتمام رسید دوباره شیلد رفرش میکنی، میری از اول دمیج میزنی، دمیج میزنی، دوباره دمیج میزنی، میای اینجا روتیشن رو به اتمام میرسونی، دوباره میای روی جانگلی شیلدتو ریسیت میکنی. کلا همینه. الان بریم با هم دیگه نگاه کنید. آقا توی عبیز راستی همین الان شونه دیدم یه نکته خیلی جالبی یادم اومد. هر موقع اینو دیدین بگیرین. مخصوصا اگه جانگلی و یلان و هوتاو و کاراکتری که با اچ پی اسکیل میشن میگیرین، میارین استفاده میکنین، حتما اینو بگیرین، خیلی خوبه. مثلا اچ پیش ناخن نظیر رسید نزدیک 50 تا 40 نکته. خب ببینین به چه صورته، خیلی شوک. حالا یکم بزنین بلند شه بنده خدا. پا بزن ازم. اسکیلو میزنی به چارج. ستونو میذاره، بعد حالا میینج. روتیشن روتیشن. من روتیشن مثلا به این صورت، بعد میام روی این اسکیل اسکیل، بعد میام روی این شروع میکنم دمیج دادن. خب حالا دمیج تمام شد، این الان برسش گومی خیلی دمیج داره، دوباره اسکیل میزنی، خب یه یارو مثلا میره، حالا روتیشن دوباره از اول ریسیت میشه. خب الان این پول دمشون یکم بیر اومد خدا من. خب واحد این روتیشن دو حالا من نمیکشمش، بنا کنید دوباره میایین اینجا، مثلا روتیشنتون فرضاً تموم شد، دوباره شیلد جانگلی رو میزنین و میرین روز از نو روزی از نو، به همین راحتی. بریم هم یه دونه آی ویل هاف اوردر هم داشته باشیم که دیگه
از اینا هم تموم کنه دیگه. خب یکم باف کنیم الان، اول میلیلیسشو اکتیو میکنیم که چیز چه باف یارو رو بده بهمون، بعد میایم روش یکم استکای پسیو و برست یلانو میگیریم. من میبینیم که 60 گیم مثلا نیست بهمون. خب مال من چون که الان 55 نه دمیج برست خیلی زیادی داره، ابزوربشن شیلدش هم نسبتا قابل قبوله، یه جور حالت بالانس دیگه. این بود از تمام نکاتی که باید راجع به جانگلی میدونستین و حالا سبک بازی کردن باهاش و دیگه همه اینا. مطمئنم خیلی از این ویدیو لذت بردین و این ویدیو خیلی بهتون کمک کرده، مخصوصا همه شمایی که الان جانگلی گرفتین و حالا میخواین که در آینده بگیرید یا از قبل داشتین نمیدونستین چجوری بازی کنین. تو رو جون بچت فک نزن دارم پلترو میرم. مرسی. اوکی. دارم حل. حتما این ویدیو رو هم لایک کنید، کانال هم سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید که هر ویدیو دیگه هم گذاشتیم اول نفری باشید که می‌بینید. و یه نکته، حتما این ویدیو رو برای همه دوستاتون که جانگلی دارن یا می‌خوان بگیرن بفرستین که اونها بتونن از جانگلی بهترین استفاده رو ببرن. و یه خواهشم که ازتون دارم اینه که حتما بهم بگین چه مدل ویدیوهای دیگه غیر از سبکی که در حال حاضر داریم کار می‌کنیم، مثل آرپان کوستا، مثل کاراکترها، مثل آموزش‌های کلی بازی داریم بهتون می‌دیم، چه جور ویدیوهای دیگه دوست دارید ببینید که از اون مدل ویدیوها براتون درست کنیم. دیگه حرف خاصی باقی نمونه، تا درود دیگه همه شما رو برکان‌های بزرگ می‌سپارم. بدرود.